ما در سالهای گذشته هم تو سالهایی که خوشسالی بوده اتفاق افتاده که حجم ما زیر 160 میلیون متر مکعب که معادل تراز نیروگاهی ما هست اومده، یعنی ما از 160 میلیون متر مکعب حدودا به پایین آب از دریچه تخلیه تحتانی ناچاریم خارج بکنیم. و اینه که خب پارسال هم مثلا بود یه مدت نسبتا زیادی هم ما از دریچه تخلیه تحتانی ناچار شدیم به حساب آب شوربا تامین بکنیم و مشکل خاصی الحمدلله پیش نیامد. مرتب حالا پایش میشه، یه مقدار حالا بحثای رصد و پایشش و کنترلای کیفی ما هم تو آب منطقه هم تو آب فاضلاب خیلی شدیدتر میشه تو مواقع. خب در جریان هستید که ما سال آبی گذشته پاییز خوبی شروع نکرده بودیم، ولی الحمدلله تو زمستان بارش‌های نسبتاً خوبی داشتیم و به میانگین رسیدیم، هرچند از فروردین هم دیگه مجدداً بارشی اتفاق نیفتاد و عمده بارش‌هایی که دریافت کردیم در همون زمستان سال آبی گذشته بود. حجم سد بر اساس حالا آخرین آماری که امروز ما داریم 194 میلیون متر مکعب شده و ورودی سد در حال حاضر حدود 11 متر مکعب در ثانیه و خروجی در حدود 25 متر مکعب در ثانیه هست. این خروجی که فعلا داریم حالا مصارف شرب و صنعت ما را پوشش میده و امیدوار هستیم حالا بارش ها زودتر اتفاق بیفته، هرچند پیشبینی های هواشناسی که تا الان به دست ما رسیده پاییز خوبی مثل سال گذشته نخواهیم داشت. الان در حال حاضر 16% مخزن ما آب داره که همون معادل 194 میلیون متر مکعب هست. سال گذشته در همین زمان 249 میلیون متر مکعب بود که 20% بود. یعنی ما الان سال آبی ها که به پایان میرسیم نسبت به سال گذشته علی‌رغم حالا شرایط بهتری که داشتیم به خاطر توزیع آبی که داشتیم با شرایط مقدار سختری شروع خواهیم کرد و به خاطر همین بعد یه مقدار تو مصارف کنترل بیشتری به خصوص در پاییز داشته باشیم تا انشالله بارش ها شروع بشه. با شرایطی که داریم تا شروع بارش ها که انشالله از اواخر پاییز هست تا اون موقع ما مشکل خاصی نخواهیم داشت.